درود به شما جناب امید مهر و سپاس از وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و در این برنامه شرکت میکنید. درود بر شما و بینندگان برنامه وزین شما در جای جای دنیا. بخت هموطنان گرامی در مام وطن ایران، بفرمایید، در خدمت شما و برنامه شما هست. سپاس از شما جناب امید مهر. همونطور که مطلع هستید، موضوع داغ این روزها کشته شدن قاسم سلیمانی هست. سردار ایرانی به گفته آقایون در تهران و به هر حال بخش دیگری از ایرانیان اون رو به عنوان قاتل مردم ایران و کسی که در طول به هر حال از دوران جنگ به این طرف در کشتارهای مختلفی که توسط رژیم صورت گرفته بر علیه مردم ایران، سرکوبهایی که بر علیه مردم ایران صورت گرفته، به روایتی قاسم سلیمانی شرکت داشته. میخواستم که نظر شما رو بدونم، آیا به نظر شما قاسم سلیمانی اونطوری که بخشی از مردم ایران و رژیم ادعا میکنه یک سردار ایرانی بوده که در راه دفاع از مرزهای ایران قدم برمیداشته، یا نه اونطوری که بخش دیگر از ایرانیان نظرشون هست، قاسم سلیمانی یک فرد جنایتکاری بوده که مانند دیگر مقامات رژیم در جنایتی که در طول 40 سال گذشته بوده شریک بوده؟ میخواستم نظر شما رو جویا بشم. اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران ایشون رو جنایتکار میدونن، به خاطر اینکه ایشون در عضو 300-400 نفر رأس هرم قدرت هستن، اولیگارشی روحانیت و بازار، البته بعد از سال 57 و ایشان طی این مدتی که در با آقای خامنه‌ای اون موقعی که رئیس جمهور بود و پارکاوی ایشون بود و پامنبری ایشون تا حالا ادامه داشته، میتونم به ذرس قاطع بگم که میلیون ها انسان عامل کشتار، حتی قتل عام میلیون ها انسان در ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، لبنان هم و در غزه است. ایشون افکار دست راست آقای خامنه ای هستن. هرگز ایشون خودش رو ایرانی اعلام نکرده، همیشه خود رو امت اسلامی اعلام کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عنوان ایران نداره. ایشان مسئول سپاه قدس، یعنی نیروی برونمرزی سپاه بوده برای صدور شرارت‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و دنیا. ایشون سرکرده تروریستای عالمه. حتی اخیراً بسیاری از اندیشمندان، استادای دانشگاه، دیپلمات‌ها، رؤسای ممالک، نشریات، سردبیرای نشریات خیلی مهم اعلام کردن که جایگاه ایشان از لحاظ تروریسم بین الملل بالاتر از بن لادن، بالاتر از رهبر داعش بوده و بالاتر از رهبر طالبان. یعنی جنایاتی که آقای قاسم سلیمانی کردن به پای جنایات، یعنی بسیار و به مراتب بیشتر و بالاتر و حجم فراتری در دنیا داشته نسبت به القاعده و داعش و دیگران. ایشان اگر آقای خامنه ای پدرخوانده تروریسم بین المللی، ایشون نایب پدرخوانده تروریسم بین المللی. و علت این که آقای خامنه ای و تشکیلات نظام به طور کلی هرچه قدرت امکانات داشتن، بودجه و اینا داشتن، برای بزرگداشت ایشون خرج کردن و میکنن در داخل خارج از کشور، برای اینکه ایشان نماینده رژیم جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، برای ایجاد حمام خون در هلال شیعه از افغانستان تا عراق و سوریه و لبنان و یمن و جای جای دنیا. ایشان حتی در نیروهای تروریستای داخل آفریقا هم حضور داشته، تماس داشته، کار کرده،
تروریستایی با آفریقا مثل الشباب و دیگران، یا تروریستایی که در سومالی هستن، کنیا هستن، آفریقای مرکزی هستن، نیجریه هستن، ایشون عامل صدور تروریست در منطقه و جهان بوده و بسیار باید ملت ایران خوشحال باشن که از شر بزرگترین تروریست عالم بشریت نجات پیدا کردن. شما اشاره کردید به اینکه قاسم سلیمانی خودش رو سردار اسلام میدونست و البته دیگر مقام‌های حکومتی، اما این روزها بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی حکومت میخواد بهره برداری بکنه و اون رو به عنوان سردار ایرانی نام میبره. چگونه است رژیمی که خمینی در همون ابتدای ورودش به ایران در همون ساعتهای اولیه ستیز خودش رو با ایرانگرایی و ملیگرایی اعلام میکنه، امروز متوسط میشه به ملیگرایی و در واقع قاسم سلیمانی رو یک سردار ایرانی قلمداد میکنه، این رو چگونه ارزیابی میکنی؟ بله، اینو برای خرج داخلی داره و به تبلیغات، ماشین تبلیغات مثل ماشین تبلیغات آلمان نازی، پروپاگاندا، تبلیغات نظامی رو میگن پروپاگاندا، برای این که شستشوی مغزی بده از خان مردم و کودکان و جوانان و پرچم سفیدایی که در بعضی نقاط داخل کشور در قسمت‌های پرت و دور افتاده هستن، روی اونها اثر بذاره، اصلا اونها اثر بذاره. ولی اصولا رژیم جمهوری اسلامی ایران موقعی که با مشکلی، با یه بحران امنیتی نظامی و اقتصادی شدیدی مواجه میشه، به ترفند، یعنی چون یک رژیم ماکیاولیستیه و یعنی خیلی راحت میتونه دروغ بگه و خیلی راحت میتونه روز روشن رو بگه شبه، به خاطر همینه که تا حالا ایشون سردار اسلام بوده، ایشون کارهایی که کرده به خاطر اسلام بوده، ولی الان به خاطر اینکه در هم در داخل شستشوی مغزی بده مردم رو، بده ای رو، هم برای اینکه بگه که آقای ترامپ یکی از اعضای ملت ایران یا مقامات مردم ایران رو کشته، داره تبلیغ میکنه، در صورتی که به هیچ عنوان اینطوری نیست. رژیم جمهوری اسلامی ایران همه میگن و در داخل هم مبارزه میگن، 300-400 خانواده بیشتر نیستن و تیم موضوع دارن، به اونا بادیگارد ها و نگهبان های اونا هستن و اینا هستن که از این شهر به اون شهر میرن و این تظاهرات اینا رو پر میکنن. میگه ملت ایران، آقای روحانی، آقای ظریف اخیرا مرتب میگه ملت ایران، ملت ایران، ملت ایران، برای اینکه میخواد بگه که ایشون مثلا نماینده ملت ایران بوده، آمریکا اومده یکی از اعضای برجسته ملت ایران رو کشته. نه خیر، ایشون اصلا به هیچ عنوان ایرانی نیست، عضو ملت ایران هم نیست، یک جنایتکار بوده. ایشون همین اخیراً، همین در 25 آبان ماه دو ماه گذشته، 1500 نفر رو رویتر، بهترین، سالمترین خبرگزاری دنیا، معتمدترین، اون اعلام کرده و خودشون تا حالا آمار اعلام نکردن که 1500 نفر رو کشته. ایشون تنها کسی بودن که گفتن اگه من اشکی در چشم رهبر ببینم، ایران رو با خاک یکسان میکنم. ایشون گفته که ما میتونیم وقتی تظاهرات افغانستان، تظاهرات عراق و لبنان و در آنتنها پخش میشد و اینا، اعلام کرده که ما میدونیم تظاهرات رو، مردم رو چجوری، خیزش مردم رو چجوری سرکوب بکنیم و باید هم در عراق و در لبنان اینا این کار بشه، ما باید بریم با اونا درس بدیم. این کشت و کشت، خیزشی که در عراق شد، در لبنان شد، عامل کشت و کشتارش، یعنی سرکرده، دستور دهنده، البته رأس همه این جنایت ها، در رأس همه این شرارت ها و جنایت ها، خامنه ای، رهبر رژیم جمهوری اسلامی ایران است. ولی دست راست ایشون، دست نظامی ایشون، دست پرقدرت ایشون، دست انهدام بشری ایشان قاسم سلیمانی بوده و این همه فجایع در عراق و لبنان و جای جای
خاورمیانه را انداخته و در ایران هم که از کشته پشته ساخته، چه در زمان جنگ علت اشتباهاتی که مرتکب شده، خیانتهایی که به ملت ایران کرده، چه بعد از این که در سپاه قدس بوده، از همون روز اول میتونست جنگ سوریه به جنگ داخلی، تظاهرات مردم به جنگ داخلی نرسه، این همه میلیون ها کشته متوری، ده ها میلیون بی خانمان، مجروح، معلول. مسبب اصلی ایشان، عامل اجرایی دستور خامنه ای برای این کشتار و تشکیل هلال شیعه در منطقه ایشون بوده. ایشون بارها گفته که اسرائیل باید با خاک یکسان بشه. ایشون بارها اعلام کرده که در اولین فرصت، یعنی بعد از اینکه این کارهایی که این هلال شیعه رو تکمیل کردن، میبرن نوبت کاخ سفید اینا. بنابراین ایشان برخلاف قوانین بین المللی، برخلاف قوانین خود ایران، مرتکب جنایت علیه بشریت شده بوده. اگر زنده میمون باید در دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت به عنوان جنایتکار ترین فردی که از اول تاریخ تا حالا در کنار هیتلر مرتکب هولوکاست شده محاکمه میشد. رژیم بعد از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد، در طول 3 روز گذشته بارها از زبان خود خامنه‌ای و دیگر سران نظامی حکومت تهدید کردند ایالات متحده رو به اینکه ما انتقام به گفته اونها خون قاسم سلیمانی رو میگیریم. به نظر شما چقدر احتمال داره اساساً رژیم ایران واکنشی نشون بده به این کشته شدن قاسم سلیمانی، با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ رسما و آشکارا اعلام کرده که کوچکترین حمله‌ای به منافع ایالات متحده در منطقه با واکنش شدید این کشور مواجه میشه، یعنی ایالات متحده؟ رژیم و خامنه‌ای چقدر احتمال داره که بخوان در این شرایط یک عکس العمل تندی نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی نشون بدن؟ اولا با توجه به این که رژیم جمهوری اسلامی ایران صبوری آقای ترامپ رو در مقابل شرارت‌هایی که در خلیج فارس و قسمت‌های دیگر خاورمیانه انجام داد دیدن، فکر کردن که همین قضیه ادامه خواهد داد، ولی بعد فهمیدن که با کشته شدن قاسم سلیمانی دیدن که بله، اون روی قضیه هم هست و سنده پرزوره. اگر امکانات نظامی ایران رو، رژیم رو، البته رژیمی که در ایران حاکمه، به اشتباه میگیم ایران، ایران نیست، رژیم جمهوری اسلامی ایران، از ملت سوء استفاده میکنه. ملت یه واژه مقدسه، اینا ملت نمیشناسن، امت میشناسن. به هر حال اگر فرض بفهمید که مثلا امکانات نظامی 1-100% رو در نظر بگیریم، اگر امکانات نظامی و توان جنگی رژیم جمهوری اسلامی ایران 1% باشه، امکانات نظامی و توان جنگی ایالات متحده آمریکا 100%. ابرقدرت دنیا، بزرگترین بودجه نظامی دنیا رو داره. اخیراً هم همین آقای ترامپ اعلام کرده که تسلیحاتی رو به اختلاف و کشف کردن که اگر آقای خامنه‌ای از گلیم خودش پاشو دراز میکنه، ما این تسلیحات جدید رو در ریختن بر سرش آزمایش خواهیم کرد. الان آقای خامنه‌ای در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته، یعنی در بنبست شکست، یعنی هیچ کار نمیتونه بکنه. علتش هم اینه که اگر ببینید، خب تروریسم رو صادر کرده، تروریستای دست نشانده در اطراف ایران ایجاد کرده که عکس ایشون رو بزنن در مساجد، و بعدش هم که یه هلال شیعه ای به قول خودش ایجاد، یه امپراتوری صفویه مانندی مثل فتحعلی‌شاه قاجار ایجاد بکنه که در جنگ با روسیه ایران رو تجزیه داد. ایشان هم همون راه داره میره، در هم اشتباهات قاجاریه، هم اشتباهات زمان صفویه رو داره مرتکب میشه. این همه میلیاردها دلار از جیب مردم دزدیده، اینا رو به جیب تروریستای هشت شعبی و حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و جهاد اسلامی و حماس و دیگران ریخته.
به جای اینکه ایران رو آباد بکنه، یه زمانی ایران حرف اول رو در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ، در پول، در توان، در ارزش پاسپورت در منطقه می‌زد، ولی ایران الان در همه این چیزای خوب از آخر اوله، ولی در همه شرارت‌ها در اولین کشور شرور در همه شرارت‌های دنیاست. بنابراین الان خامنه ای در دوراهیه که خب ما این همه 30 ساله داریم خرج میکنیم، 30 سال زمان خودش من دارم میگم، 30 ساله داریم خرج میکنیم، میلیاردها دلار در حمام خون را انداختیم برای اینکه در سوریه برسیم به ارتفاعات دوران یا به خیال خودشون به دریای مدیترانه دسترسی داشته باشیم از طریق سوریه و اسرائیل رو محاصره بکنیم. همه این خرجا اگر دام نکنیم برباد میره. یعنی همه این نیروها میگن عجب این آقا ترسوه، اشکاری نکرد، فقط پس این قاسم سلیمانی بود که این کار رو میکرد، دیگه بقیه همه سمون بکنم یوم همه لالمونی گرفتن، اشکاری نمی کن. همه پراکنده میشن، هر کی پول بیشتری بده، هر کی از این را دعوت بکنه آقا بیا و سیاسی بکن و زندگی صدام بده میپره، اولیش هم همون حزب الله لبنانه، بعدش هم همین هشت شعبیه، بعدش هم همون حوثی ها هستن و بقیه تروریست های دیگه که اینا صادر کردن، یا زینبیون، فاطمیون، آقا افغان ها دادشون رفته هوا، پاکستانی ها فریادشون رفته هوا به خاطر جوان هایی که شستشوی مغزی میدن دارن اونجا میکشن. بعد حالا اگر اقدام نکنه اون ریزش میشه، همونطور که در داخل رژیم ریزش نیروها با شدت ادامه داره، در مورد تروریستاش هم ریزش تروریستا برمیگردن تبدیل به آدم های معمولی میشن، این به نفع بشریت. حال بیاد اقدام بکنه، میدونه سنبه پرزور رو دید، آقای ترامپ فکر میکردن که به خاطر انتخابات نمیاد یه کاری اینچنانی انجام بده، ای با دموکرات ها در تماس بودن، تبادل اطلاعات میکردن، یه کارهایی میکردن که چجوری یه کاری بکنن که ایشون در انتخابات آینده انتخاب نشه، و فکر میکردن که این همینطور سرچ خواهدن داره پس گردنی بکنه، ولی دیدن نه، ایشون سنبه پرزور هم داره، دست زننده هم داره، و بعدش هم تهدید کرده که اگر منافع آمریکا رو باز هم مورد خطر قرار بدید 52 تا مرکز شما رو با خاک یکسان میکنم. بنابراین وقتی خودشون میدونن چی دارن، خودشون میدونن نه هواپیمای جنگی دارن، نه کشتی جنگی دارن، نه نیروهای، یعنی فکر به هیچ عنوان، به هیچ اون، این همه میگن این روزا فرم دارن پخش میکنن، در مشهد پخش شده که مثلا سربازگیری بکنن، هرگز، به محض اینکه تحقیق توقی شد 80 میلیون 80 میلیون ایرانی از پشت به اینا خواهد زد، همه در محاصره ایران باید به گورستان تاریخ سپرده بشن. این تو به نیری، تو به نیری نیست دیگر، یک بار دستی ملخک، دو بار دستی ملخک، آخر به دستی ملخک. آی خامنه ای و شرکا، مملکت ما را به باد دادید، به ویرانه تبدیل کردید، پول ملت ایران که میتونست جز 5 کشور قدرتمند دنیا تا این 14 باشه به خاک سیاه نشاندید، جوانای ما را به فقر و فلاکت کشاندید، 20 میلیون جوان ایرانی دارن بیکاری میکنن، خودکشی در ایران اولین کشور خودکشی، تصادفات جاده‌ای در ایران اولین کشور تصادف، فحشا در ایران هم از دین برگشتن در ایران اول شده، مردم ایران در فردای بعد از این رژیم جنایتکار معلوم نیست که مسلمان باشن، اکثریت قریب به اتفاق به خاطر هر جنایتی کردن به اسم الله بوده، هر جنایت محمد بوده، هر جنایتی کردن عمه اطهار بوده، درست در دسته ای که در کشورهای دیگه دنیا کشف و اختراع میکردن، اینا در حال کشف و اختراع استخوان مرده های 1400 سال پیش بودن، ما را برباد دادن. کارما یعنی یک کارمایی در دونیورس در جهان است، کسی که جنایت بکنه یه روزی مثل ایستد باید قصاص رو پس بده، با سیانو بکشه و ببینه که آلمان و همه کشور رو گرفتن، مثلش هم شوروی گرفته و انقره با آلمان شرقی تشکیل، رژیم جمهوری اسلامی رو هم این جنایت کرده، ولی چون دنیا میدونن که ملت ایران با اینا نیستن، به هیچ عنوان
در تمامیت ارضی ایران خدشه وارد نخواهد شد. ملت ایران هوشیار، میدونه چه کار باید بکنه. همه من و توها ماخ شده اند و با اتحاد میلیونی بعد از این که رژیم از بین رفت، ایران رو در اول فرصت از این منجلاب بدبختی فلاکت نجات خواهند داد. اشاره کردید به اینکه پرزیدنت ترامپ در ماه‌های آینده با توجه به اینکه به انتخابات ایالات متحده نزدیک میشیم، تحلیل این آقایون در تهران این بوده که ایالات متحده و پرزیدنت ترامپ وارد یک جنگ نمیشه با این رژیم و بر همین اساس هم خب سیاست‌های خودشون رو در منطقه پیش می‌بردند. اما با توجه به این اقدامی که به رهبری و دستور پرزیدنت ترامپ صورت گرفت و کشته شدن قاسم سلیمانی، آیا این احتمال هست که ایالات متحده همون جوری که پرزیدنت ترامپ گفته این 52 نقطه رو بخوان بمباران بکنن یا حمله نظامی صورت بگیره؟ چقدر این احتمال جدی هست و آیا این یک بلوف نیست، یک بلوف سیاسی نیست؟ به هیچ عنوان. برای اینکه نقطه ضعفی که مثلا در بوق و کرنا میزنن که اگر آقای ترامپ جنگ اعلام بکنه چون مردم طرفدار مردم آمریکا مخالف جنگ هستن، اینا در انتخابات رد میشه. ولی دیگه نمیدونن به تاریخ آمریکا این همه رئیس جمهور بوده، کدوم رئیس جمهوری که در حال جنگ در آمریکا بوده در دوم انتخاب نشده؟ ملت آمریکا، حتی همین دموکرات ها که الان شمشیر ها رو در مقابل آقای ترامپ از رو بستن میخوان سیزایش بکنن، درست موقعی که جنگ شد با یک کشور اهریمنی مثل رژیم جمهوری اسلامی ایران، شمشیر ها رو غلاف کرده، در خدمت آقای ترامپ همه متحد خواهند شد و همه به آقای ترامپ رأی خواهند داد. و تاریخ هم نشون داده که پرزیدنتی، رئیس جمهوری که در حال جنگه، به علت اینکه خلایی بین این دوره انتقال قدرت در جنگ با دشمن ملی میهنی آمریکا ایجاد نشه، به اون پرزیدنت رأی دادن، بهشون هم رأی خواهند داد. رژیم جمهوری اسلامی ایران اینو نقطه ضعف میدونست، ولی تاریخ رو مثل همیشه نرفته بخونه، تجربه نکرده، نمیدونه که آقای ترامپ اگر اینا شرارتش این همچین شرارتایی که تا حالا داشتن در خلیج، در تنگه هرمز، در عراق، در سوریه ادامه بدن، به مراکز اونا حمله بکنن، مطمئن باشن که این 52 جایی رو که اعلام کرده خواهند زد و مقصود آقای پرزیدنت ترامپ از مراکز فرهنگی هم این مراکز، معذرت میخوام، مراکز چستوچوی مغزی و خرداخونی که جوانای مثل زینبیون و فاطمیون رو در این حوزه های علمیه میارن، شد یا دانشکده سپاه، دانشکده قدس، چستوچوی من اینو میگه مرکز فرهنگی، نمیتونه بگه که چی دیگه. مقصود ایشون مثلا نمیاد که پاسارگاد رو بزنه، پاسارگاد یک ثروت ملی جامعه بشر، ثروت جامعه بشر، فقط متعلق به مردم ایران نیست. مراکز مهم فرهنگی دنیا بر اساس قراردادی که در سال 1940 بسته شد و در سال 1972 دوباره تاکید دوباره شد، ایران هم اون رو امضا کرده، آمریکا هم اون رو امضا کرده، این نوع مراکز فرهنگی تاریخی باستانی متعلق به جامعه بشریه. آقای ترامپ تا حالا نشون داده که آدم بسیار هوشمندیه، منتها بر اساس گلوبالیسم نمیره که چین در دنیا از اول و آخر رو بزنه، برگشته به ملی میهنی مثبت، نه شوونیسم افراطی و تنپرستی افراطی مثل ایستر که، و چون مغز اقتصادی داره میدونه که از این طریق دنیا آبادتر و راحتتر و مردم خوشبختتر خواهند شد. از سوی دیگه در کشور عراق قانونی تصویب میشه در مجلس این کشور که نیروهای امریکایی باید از این کشور خارج بشن و پرزیدنت ترامپ هم به این مصوبه پارلمان عراق واکنش نشون میده. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر نفوذ رژیم در به تصویب رسیدن این قانون در طول یکی دو روز گذشته میتونست تأثیر گذار باشه؟ برابر اطلاعاتی که رسیده، رژیم جمهوری اسلامی ایران همانطور که بودجه برای بزرگداشت مرگ قاسم سلیمانی در ایران، بودجه 50 میلیون دلاری نقد
در خوزستان توضیح کردن به مردم، در کرمان توضیح کردن، بعد از تجربیات اونها استفاده کردن، هر دو مجموعه رو بردن تهران و امروز در تهران آدم چنگی را انداختن. در خارج از کشور هم نزدیک 500 میلیارد دلار خرج این قضیه میشه. یه قسمتش هم در عراق که به نیروهای وابسته مزدوران خودش که شیعیان هشت شعبی و بعد از جمله این گروه ها هستن که بتونن مشکلاتی برای آمریکا ایجاد بکنن. حالا فکر میکنن چون حدود 170 نفر نماینده های شیعه از 329 نمایندهی که شامل کردها و شامل اهل تفنن هم میشه، این رایه رو به مجلس بردن، رهبر اون جناح فراکسیون شیعه و خودشون تصویب کردن، نمیدون فکر میکنن که مثلا مشکلی برای ترامپ، به محض این که تصویب شد ترامپ میگه بردارید سربازا رو بیارید بیرون، در صورتی که داره 4000 تا 5000 نیروی جدید دوره دیده ویژه رو داره میفرسته به اونجا. اینا همش تبلیغات، همش مثل غریقی که داره غرق میشه به یک برگ خزان هم دست میزنه که از غرق شدن نجات پیدا بکنه. این برخ این مصوبه برخلاف مصوبه قطعنامه شورای امنیت 2180 که در سال 2014 علیه تروریسم ایجاد شد و ایالات متحده آمریکا رهبری ائتلافی شامل کشور رو شامل کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه پذیرفت و نیرو وارد عراق کرد در مقابل تروریسم داعش ایستاد. بعد به اینا رو همزمان در سوریه هم این کار کرد. بنابراین یک قطعنامه شورای امنیت که چین و روسیه هم وتو نکردن بون رای دادن به پشتوانه حضور نیروهای آمریکا. حالا اگه فرض بفرمایید که پروس بیان با این اکثریت ناقص یه همچین لایحه‌ای رو تصدیق کردن، بیان یه پولی به بقیه که اونا نمیپذیرن این اکثریت رو بالا ببرن دو سوم هم بکنن، به هیچ. این آب در هاون کوبیدن، این یه ژست سیاسیه، این یه تبلیغات جو بادکنک هوا کردن، دردی را دوا نخواهد کرد. رژیم جمهوری اسلامی ایران به بنبست مطلق رسیده. تمام اون هفته قطعنامه ای که برای تحریمش در شورای امنیت تصویب شده برگرده، رژیم در محاصره اقتصادی مطلق، پول نداره برای صدور شرارت. به خاطر همینه که بعد از 30 سال اولین باریه که آقای خامنه‌ای پولایی که از جیب مردم ایران دزدیده داره کیسه رو یکم شور میکنه، جیبش شور میکنه، 50 میلیون دلار در داخل، 500 میلیارد دلار برای خارج، این همه بساطی که در لندن و جاهای دیگه ریختن تدارات، پولایی که از بودجه سری سفارت خرج شده، بودجه سری سفارت برای کارهایی که مثلا برای آدمایی که لابیای خودشون پرداخت بشه، آقای خامنه‌ای دستور داده که برای این کار بزرگ داشته ایشون خرد بشه. مثلا میخوان در مقابل آقای پرزیدنت ترامپ جبهه گیری بکنن که ببین ما هم در داخل نیرو داریم هم در خارج نیرو داریم، مخالف شما این کار کردی، این جنایتکار، این همه طرفدار در دنیا داشت. نه خیر، رژیم در بنبست مطلق، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ نظامی، الان فکر میکنن که با این شلن تخت بازی کردن ها میتونن حریف رو یه کاری بکنن که دیگران مذمتش بکنن. اونطوری هم نیست. اتحادیه اروپا هم آخرین فردی هم که مونده بود آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه بود که رژیم رو محکوم کرد و گفت در کنار آمریکا هر اقدامی باشه. در از اون اعتراف قطعنامه 2180 حمایت و پشتیبانی خواهیم. بریتانیا هم اعلام کرد که در صورتی که جنگی در بگیره در واقع پشتیبان این جنگ و حمایت میکنه از این جنگ. از سوی دیگر مقام های رژیم به تهدیدهای خودشون ادامه میدن. آقای ولایتی اعلام کرده همین امشب که قاسم سلیمانی عامل اتحاد بین روسیه و ایران بوده به گفته ایشون، و گفته که ما اگر
نیروهای امریکایی از منطقه خارج نشن و از عراق خارج نشن تبدیل به ویتنام میشه. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اصولاً آقای خامنه‌ای و شرکا و مافیای قدرت همراه فکر میکنن قوانینی که در 1400 سال بود قبل بوده و پیغمبر از اونا استفاده میکرده در جنگ ها با غزوات خودش، اول مثلا رجزخانی میکرده با اینا، با این رجزخانی در این دنیای جدید قرن 21 مثلا آقای ترامپ میترسه و وحشت میکنه و هیچ کاری نمیکنه. اتفاقا الان برای اولین بار ببینید شما روزنامه ها رو بخونید، حرفایی که زده میشه، ناتو که بلا فاصله جلسه تشکیل میده، کشورهای دیگه همه اکثریت دارن از آقای این اقدام پرزیدنت ترامپ حمایت میکنن، نشان میده که رژیم جمهوری اسلامی ایران تبدیل به اسب مرده شده. یه زمانی روسیه و چین ازش به عنوان یه جلد دوی 16 رو در زمان انقلاب میگفتن جسد سیاسی، یعنی شاهی که در حال مرگ انقلاب شدن، و الان رژیم جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک جسد سیاسی مشرف به موت شده. هیچکی روش نه بها نمیده، شرط بندی نمی کنه. قبلا هر مقداری که استفاده ابزاری از رژیم میشد کردن و تموم شد، یعنی دیگه از رژیم چیزی باقی نمانده. واقعیت ها که نگاه بکنید از رژیم جمهوری اسلام، آیا بودجه ای داره؟ آیا توانی داره یه کاری بکنه؟ چه کار میتونه بکنه؟ این فرد بفهمی که مثلا این حزب الله موشک ها رو بفرسته، مگه اسرائیل هم تو ساده نشسته و هم تو میگه بفرمو این موشک ها رو بفرسته؟ خب اونم سپر دفاعی داره، حزب الله رو جنوب بیروت رو با خاک یکسان میکنه، بر سر حزب الله اصلا برای اولین و آخرین بار اینا رو از بین میبره. رژیم جمهوری اسلامی ایران ولایتی اگر بیاد تهدیدش رو عملی بکنه، یه دونه موشک مثلا بفرسته به اون کشتی که الان در خلیج فارس مال ایالات متحده آمریکاست، بفرسته، عکس العملش رو خواهند دید. اینا همش رجزخانی توکاریه، خودشون هم میدانن، ولی خب دیگه معمولا رژیم جمهوری اسلامی ایران عادت کرده که از چیزای مرده و گذشته و استخوان‌ها و قوانین و مرده و باطل شده در قرن 21 استفاده بکنه، طرف رو تهدید بکنه، در صورت که علم و دانش و خرد و انسانیت و قانون و عشق و محبت و عاطفه بین بشریت پیروزه، نه این نفرت، نه این کینه، نه این شرارت که اصلا ایران رو تبدیل به مرکز شرارت دنیا کرده این بابا. به عنوان پرسش آخر از خدمت شما، اشاره کردید به اینکه رژیم جمهوری اسلامی به یک در واقع در اصل میشه گفت که از بین رفته و مرده، اما به نظر شما نقش اپوزیسیون آیا در این میانه چه است؟ آیا به یک باره اگر رژیم از میان برداشته بشه به وسیله حمله نظامی، ما با یک خلأ قدرت در ایران روبرو نخواهیم بود که یک نیروی جانشین حداقل برای دوران موقت در صحنه سیاسی ایران حضور نداره، و این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید اتفاقا این قضیه به دلک واصل شدن قاسم سلیمانی باعث شده که یه اتحادی بین ملت هم در داخل هم در خارج ایجاد بشه. الان شما به رسانه هایی که یا به فیسبوک ها یا مقالاتی که ایرانیایی مقیم خارج دارن می‌نویسن یا پیام‌هایی که از داخل میرسه شما گوش کنید یا بخونید، اینا می‌بینید که همه من و توها ما شدن یه اتحادی، یعنی واقعا یه خیزش ملی در سطح داخلی و جهانی بین مردم ایران ایجاد شده به خاطر همین قضیه، آمادگی مطلق هست برای عبور از این این یه بحران گذر، یه بحران دیگه. ما باید کجم بشینیم، باید راست سر بزنیم برای عبور از این رژیم جنایتکار، باید مکانیزمای لازم باشه. ولی خوشبختانه یک به هر حال اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران
اتاق فکر داره، خب اپوزیسیون هم اتاق فکر داره، ما نمیایم که در آنتنا خبر بکنیم این رژیم بدانید که ما این نقشه ها رو داریم و اینطوری خواهد شد. فقط یک چکیده بسیار خلاصه‌اش از آنچه که شده تا حالا رو من برای اینکه مردم ایران بدونن و با قدرت و توان همیشگیشون در مقابل ضحاک مادوش زمانه و جنایتکار قرن ایستادگی بکنن همونطور که طی مدت هم ایستادن، این است که ببینید در سال 57 ما یه قانون اساسی داشتیم، این رژیم جمهوری اسلامی ایران اومد، اون یارو فتوا داد جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، اون رفراندوم پس بنابراین اون رفراندومی که شد قلابی بود. اینا یه قانون اساسی، همونطور که پرچم ایران رو تبدیل به اون پرچم سیکا کردن چون آقای خمینی سیک بود، در قبلا در اجدادش در هند بودن، همه میدونن که بعدا اومدن رفتن قم و اینا و درس خوندن و کار به اینجا رسید و بعدش هم از طریق سیایه و کارتر اومدن این بلا رو سر ملت آوردن. ما یه قانون اساسی مشروطه داریم، انقلاب شده، یعنی حتی اگر این شورش 57 هم انقلاب بدانیم که نبود، شورش بود، ما در انقلاب مشروطه قانون اساسی که داریم که تا 22 بهمن 1357 اجرا میشد. خب وقتی این رژیم جمهوری اسلامی ایران حذف بشه، ما قانون اساسی مشروطه داریم برای دوران گذر. علتش هم اینه که خب طی این 40 سال تغییرات زیادی ایجاد شده و ما هم ملت متمدنی هستیم، دنیا هم ناظر بر اعمال ماست، بنابراین در اون دوران گذر این قانون اساسی مشروطه که قبلا بیش از 100 خورده سال پیش ملت ایران انقلاب کرده و پشتوانه خونم داده، اون اجرا بشه که خلأ قدرت، خلأ اداره مملکت ایجاد نشه. نیروهای وسط فقط در ادارات، در سپاه، در وزارت خارجه فقط اون رأس هرم قدرته، نیروهای صف و وسط با ملت ایران هم تق به توق بشه، همه ادارات سر جاشه. قرار نیست که مثل رژیم جمهوری اسلامی ایران مثل مغولا ریختن به وزارت خارجه تمام دانشمندات جمهوری کاریری رو پاکسازی کردن، آدم های کمسوادی مثل من که سال آخر قبول شده بودم وارد وزارت خارجه شده بودم گذاشتم، ما 27 نفر از 800 نفر دیپلماتی که در وزارت خارجه بود اونم قبولی های کنکور دو سه سال آخر گفتم بمونن، اینا آلوده نشدن، همه رو ریختن بیرون اعدام و کشتار و اینا. این کار نخواهد شد، یعنی در با تغییر این رژیم مردم متمدن ایرانی با فرهنگ ایرانی، همونطور که شبانه افیدن یه پیامی دادن، مردم متمدنی هستن، فرهنگ باستانی متمدن دارن، این همه ماجراها در تاریخ داشتیم، هم یکی از اونا در دوران گذر اون قانون مشروطه برمیگردیم برای اون دوران موقت، ادارات سر جاش هست، ارتش هست، حتی سپاه هست، حتی بسیج هست، دیگران هستن، اون نیروهای پایین و وسط که همه خونخوار جنایتکار نیستن که، اونا خون زندگی دارن، باید ادامه بدن خون زندگی، کجا برن اینا، ایرانی هن، همه که از عراق نیومدن، همه که ملازاده نیستن، از نسل اینا نیستن، الان بین خود ملاها هم آدم های آخونده هم آدم های خوبی هستن، اینا رو ما که به کبیر که نمیتونیم بپرستیم. را سیرم قدرت فقط 400 خانواده 300 400 خانواده و مزدورانشون است. بنابراین بعد از این که اوضاع احوال تحکیم پیدا کرد، در یه رفراندومی با نظارت سازمان ملل متحد و نیروهایی در از اتحادیه اروپا، آمریکا و جاهای دیگه نظارت میکنن حقوق بشر، هر کی عفو بین‌الملل نظارت میکنه، بزرگترین رسانه های دنیا بیان درش متعاید باشن که یک اپسیلوم تقلب، تمام انتخابات اینا قلابی تقلبی بوده، نه شورای نگهبانی خواهد بود و اینا، نه مردم آیا جمهوری اسلامی رو میخواهید؟ اگر نمیخواهید مشروطه پارلمانی رو میخواهید ادامه پیدا بکنه یا جمهوری ایرانی خالص دموکراتیک یا کمونیستی یا سوسیالیستی میخواهید؟ از آپشن هایی که هستن مردم میرن رأی بدن، هر کی رأی بیشتر تقلب که نخواهد شد که،
هر طرز فکری اساسی، اون قانون اساسی برای اداره کشور رأی بیشتری آورد، کشور اداره خواهد کرد و بقیه هم که مطیع اون قانون، مقررات، حقوق بین قانون اساسی و حقوق مدنی هم که فقط این تغییراتی که ایجاد میشه حقوق در حقوق جزا برای این کارهایی است که مربوط به اصل حجر است و دست بریدن و پا اونا هست میشه و همون قانونی که ما در زمان شاه داشتیم، قانونی است که از کشورهای اروپایی برداشت شده بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و اون تکمیل میشه، انسانی تر میشه، به نفع بشریت تبدیل میشه. سپاس از شما جناب امید مهر برای وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و امیدوارم با توجه به شرایط حساس باز هم در خدمت شما باشیم. بسیار ممنونم از دعوتی که فرمودید. به امید پیروزی نهایی مردم ایران در این سال جاری.